سر خط خبرها. نارضایتی شریک 50% حکومت از مدیریت انحصاری وزارت دولت در امور سال. As far as I know, they were heading towards a ceasefire. پاکستان هم برای امضای توافق آمریکا و طالبان لحظه شماری دارد. پایان روند درج شکایت‌های استنافی با بیش از 6000 شکایت. روند بررسی فردا آغاز می‌شود. سر از فردا باز ما آغاز می‌کنیم رسیدگی به اعتراضاتی که ثبت گردیده در دفتر مرکزی. مراسم وداع بازماندگان یک خانواده ای که 4 عضو آن با تیشه به قتل رسیدند. رامدن در خانه دیدن حادثه رخ داده بوده، فکر کنم این قبلا شده بوده که 3 سال پیش به یک مکونی ها همه جای خشک شده بود. رئیس جمهور غنی میگوید مردم اعتمادشان بر پلیس را از دست دادند. تصویب قرارداد استخراج سنگ مرمر و تراورتین در 3 ولایت. بر اساس قانون جدید مسئولیت تامین امنیت به دوش شرکت پیمانکار است. شرکت متذکره در بخش حدود 1.7 میلیون دلار سرمایه گذاری می‌کند. و شروع دوباره اعتراض‌های ضد حکومتی در عراق و لبنان. به نام خدا و با عرض سلام، بیننده مهمترین ها در شام دوشنبه از 1 هستید. فردین امینی هستم با مشروع خبرها. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت میگوید برقراری صلح در افغانستان منحصر به یک فرد نیست و باید دیدگاه های جمعی در این مورد وجود داشته باشد. رئیس اجرایی با تاکید بر این که هیئت گفتگو کننده افغانستان با طالبان باید یک گروه همشمول باشد میگوید وزارت دولت در امور صلح به تنهایی نمیتواند مدیریت صلح را در دست گیرد. عبدالله عبدالله همچنین تاکید دارد که حکومت وحدت ملی تا مشخص نشدن نتیجه نهایی انتخابات همچنان پابرجاست و همه کارها از جمله مقرره ها باید بر مبنای توافقنامه این حکومت انجام شود. بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهرا تصمیم های اخیر رئیس جمهور غنی در پیوند به مقرره های پیشبرد روند صلح خشم عبدالله عبدالله شریک 50% حکومت وحدت ملی را برانگیخته است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که در نشست شورای وزیران صحبت میکرد از تصمیم های اخیر رئیس جمهوری درباره مقرری ها و همچنان درباره روند صلح به شدت انتقاد میکند. عبدالله عبدالله میگوید کوشش کرده که تا اکنون ثبات سیاسی در کشور حفظ شود، اما تاکید میکند که تصمیم های یک طرفه ارگ ریاست جمهوری به سود ثبات و خیر مردم افغانستان نیست. اقداماتی که باعث بی‌ثباتی شود، اقدامات با عواقب خوب نداره. امیدوار هستم که همه متوجه باشند. خواهی عبدالله عبدالله همچنان از تصمیم ارگ ریاست جمهوری درباره روند صلح انتقاد کرده، میگوید که صلح منحصر به یک فرد و نظریات یک فرد نیست. صلح خواست مردم افغانستان است و مردم حق دارند درباره صلح بحث و گفتگو کنند. رئیس اجرای همچنان میگوید که تیم مذاکره کننده باید فراگیر باشد و یک وزارت نمیتواند کار صلح را پیش ببرد. بعضی وزارت صورت گرفته بود که تمام فعالیت ها در محور یک وزارت صورت بگیرد، فکر میکنم وقدر سنجیده شده نبود. آقای عبدالله با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری حتی یک برنده خواهد داشت میگوید حکومت وحدت ملی بر بنیاد یک توافقنامه ایجاد شده و تا اعلان نهایی انتخابات ریاست جمهوری به کار خود ادامه خواهد داد. حکومت وحدت ملی تا روزی که نتایج نهایی انتخابات معلوم میشه حکومت وحدت ملی و بر مبنای موافقتنامه حکومت وحدت ملی است. در سال 2014 بعد از رفتن انتخابات ریاست جمهوری به بنبست، دو نامزاد پیشتاز انتخابات به تشکیل حکومت وحدت ملی توافق کردند. هرچند که تمام مفاد این توافقنامه سیاسی تا اکنون عملی نشده، ولی نکته های کلیدی آن عبارت بود از تعیین مقام های بلندپایه بر اساس تساوی و اصل شایسته سالاری توسط دو نامزاد. برگزاری لوی جرگه و تعدیل قانون اساسی بخش دیگر این توافقنامه بود که عملی نشد. نخست وزیر پاکستان میگوید که از نظر او توافق احتمالی میان طالبان و آمریکا منجر به آتش بس خواهد شد.
او در گفتگو با دویچه وله آلمان ابراز امیدواری میکند که با امضای هرچه زودتر این توافقنامه زمینه گفتگوهای بین افغانی و توافق صلح بین افغانی فراهم شود. منابع نزدیک به طالبان اما میگویند اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی ممکن گفتگوهای بین افغانی را با چالش روبرو کند. از سوی نماینده ویژه آلمان برای افغانستان در دیدار با مشاور امنیت ملی و وزیر دولت در امور صلح از آمادگی کشورش برای میزبانی گفتگوهای بین افغانی سخن گفته است. خوشبینی نخست وزیر پاکستان به امضای زودهنگام توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان. عمران خان در گفتگوی با دویچه وله آلمان گفته است امیدوار است توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان امضا شود تا زمینه برای گفتگوهای بین افغانی و نیز توافق صلح بین افغانها فراهم شود. آقای خان گفته است افغانستان یک کشور مستقل است و در روابط خود با کشورهای جهان مستقلانه عمل می کند. اما نباید روابط افغانستان و هند به ضرر پاکستان تمام شود. تا جایی که من اطلاع دارم امریکا و طالبان به سوی آتش بس می روند. امیدوارم گفتگوهای امریکا و طالبان به موفقیت برسد و دولت منتخب افغانستان صلح را در اولویت کاری خود قرار دهد. پاکستان از صلح در افغانستان سود می برد زیرا افغانستان برای پاکستان یک دهلیز بازرگانی با کشورهای آسیای میانه است. لذا امنیت در افغانستان سبب رشد و رونق اقتصادی پاکستان می شود. منابع نزدیک به طالبان هم میگویند توافقنامه صلح میان طالبان و واشنگتن امضا خواهد شد. اما اختلاف ها میان رهبران حکومت وحدت ملی ممکن گفتگوهای بین افغانی را با چالش روبرو کند. یکی از مشکلات عمده پیش روی طالبان در مذاکرات بین الافغانی اختلافات عمیق در بدنه حکومت بین دکتر صیب اشرف غنی و دکتر صیب عبدالله است. اگر اختلافات بین این دو شخصیت افغانی ما تداوم پیدا کنه شاید مذاکرات بین الافغانی ما هم با مشکلات زیادی مواجه شود. از من فکر بندی در طالبان و سلام و مشوری و لفظ بردی در توترخوالی پر کمبوت بندی را غلی دی و آقای امریکان و خبر ورکلی دو کلی که در او خبر با مثبت توی اما لیکن اوس چه خبری روان دی پا جزیات و بعد روان دی. از سوی هم مشاور ارشد وزیر دولت در امور صلح میگوید که هر گونه خروج نیروها که در نتیجه توافق صلح میان آمریکا و طالبان به دست می آید باید مسئولانه باشد. مارک سپوتزل نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان با مشاور امنیت ملی و عبدالله رئیس اجرایی دیدار کرده است و از آمادگی کشورش برای میزبانی چهارمین نشست بین افغانی خبر داده است. کنده چه در آلمان به کربتوب در بین الافغانی دایلاگ راتلون که راسته در سویل در پار موثر تمام است. جمهوری فدرال آلمان در حال رایزنی برای تسهیل گفتگوهای صلح میان جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان می باشد. ما همیشه برای اشتراک در گفتگوهای صلح که تامین کننده خواستها و منافع مردم باشد آماده هستیم. از سوی هم الیزابت معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی در یک سفر چهار روزه وارد اسلام آباد شده است. خانم ویلز با شاه محمود قریشی وزیر خارجه، جاوید باجوا رئیس ستاد ارتش پاکستان دیدار کرده و قرار است با عمران خان نخست وزیر این کشور نیز گفتگو کند. محور بحث این دیپلمات ارشد آمریکایی صلح در افغانستان، گفتگوهای جاری ایالات متحده با طالبان در دوحه، ثبت شکایت‌های استنافخواهی در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی امروز پایان یافت. مسئولان در این کمیسیون میگویند که 6300 شکایت در اعتراض به فیصله دفترهای ولایتی این نهاد ثبت شده است و روند بررسی این شکایت‌ها فردا آغاز می‌شود. بر اساس قانون روند ثبت شکایت استنافخواهی دو روز پیش پایان یافته بود، اما به دلیل تأخیر در ابلاغیه برخی ولایت‌ها ثبت شکایت امروز نیز جریان داشت. دسته های انتخاباتی تا امروز هم شکایت هایشان را در پیوند به فیصله های دفترهای ولایتی کمیسیون شکایت های انتخاباتی ثبت کردند. 6300 شکایت در اعتراض به فیصله های دفترهای ولایتی نهاد ثبت شده که بیشترین آن در ولایت های کابل، قندهار، ننگرهار، پکتیکا و خوست می باشد. اما در ولایت های تخار، جوزجان، بادغیس، پروان و وردک شکایت ثبت نشده است. حدود 6300 اعتراض بالای فیصله ها در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته. سر از فردا باز ما آغاز میکنیم رسیدگی به اعتراضاتی که ثبت گردیده در دفتر مرکزی.
از سوی هم این نهاد میگوید که بررسی ها در مورد شکایت های استثنایی را نیز آغاز کرده است. 102,000 رأی که خارج از زمان رأی‌دهی گفته می شود و همچنان 137,000 رأی مشکوک به گونه ویژه بررسی می شود. شکایت استثنایی که ثبت گردیده در دفتر کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی همکارای ما سرشان کار میکنه و ما و این موضوعات رای وقت است و مثلا رای مشکوک است و محلاتی که معلوماتش انتقال نیافته در دفتر سرور مرکزی. اما برخی از دسته های انتخاباتی تاکید دارند که دفترهای ولایتی این نهاد در مورد رای های خارج از وقت و مشکوک فیصله های یکسان نداشتند و از کمیسیون شکایت های انتخاباتی می خواهند که در این مورد باید تصمیم واحد گیرد. امیدواری ما این است که یک تصمیم واحد سر مواردی که هست سر از یک تصمیم واحد گرفته شود. اینطور نمیشه که در قندهار رد شود، در فرا قبول شود، در لغمان رد شود، در ننگرهار قبول شود. ما خواهان ازی هستیم که سر این مورد باید یک تصمیم واحد در سراسر افغانستان گرفته شد. موارد جنجالی بود که در مجموع چیز در حدود 300,000 رای را تشکیل میداد. تیم دولتساز در این رابطه کمترین مورد استیناف هایی را داشته. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه در فیصله نامه 109 در رابطه با بحث 102,012 رای کاملا توضیح داده شده. در همین حال قرار است بیش از 5,000 محل رای‌دهی بازشماری شود. اما تا کنون هماهنگی لازم بین کمیسیون های انتخاباتی برای آغاز این کار وجود ندارد. کمیسیون انتخابات دیروز اعلام کرد فهرست محل هایی که به خاطر بازشماری از کمیسیون شکایت های انتخاباتی دریافت کرده است واضح نیست. کمیسیون شکایت های انتخاباتی تاکید دارد که به زودی فهرست دقیق این محل ها را به کمیسیون انتخابات میفرستد. یک روز پس از کشته شدن 4 عضو یک خانواده در کابل، رئیس جمهور غنی می گوید که پلیس اعتمادش را نزد مردم از دست داده است. آقای غنی در دیدار با باشندگان شماری از ناحیه های شهر کابل می گوید در این زمینه به اقدامات و اصلاحات اساسی نیاز است. این 4 تن که به شمول یک مادر و 3 کودک دیروز در ناحیه 7 شهر کابل به ضرب تیشه به قتل رسیده بودند، امروز به خاک سپرده شدند. بستگان این خانواده خواهان مجازات فوری عاملان این رویداد شدند. در همین حال رئیس اجرایی نیز این رویداد را تکان دهنده خوانده و به وزارت امور داخله دستور داده است که آن را به گونه جدی پیگیری کند. مراسم خاکسپاری گروه یک خانواده در کابل. خانه بیروهی که از در و دیوار آن غم و وحشت می‌بارد. در روز روشن و در دل پایتخت مردان ناشناس وارد این خانه در حوزه هفتم پلیس می‌شوند و یک مادر با 3 کودکش را با تیشه سلاخی می‌کنند. حادثه‌ای که هنوز انگیزه آن روشن نیست. کودکان معصومی که شاید حتی در دنیای کودکانه‌شان تصور چنین روز سیاهی را هم نمی‌توانستند. برای مراسم خاکسپاری یک خانواده گرد آمدند. حالا از یک خانواده 5 نفره تنها مرد خانواده باقی مانده و این غم سنگین را بر دوش می‌کشد. ناامنی‌های اخیر در کابل ظاهراً خشم رئیس جمهور را هم برانگیخته است. آقای غنی امروز در دیدار با شمار از باشندگان پایتخت گفته که مردم کابل از امنیت راضی نیستند و پلیس اعتماد خیش را نزد مردم از دست داده است. کشته شدن 4 تن از اعضای خانواده که مامورین وزارت ترانسپورت بودند، بسیار حادثه تکان دهنده بود که در پهلوی از سایر موارد شما روش کار میکنین، روی عاملین قضیه و دنبال کردن همین قضیه که بسیار یک جنایت واضح و آشکار است توجه تان میخواهیم. پدر اولادشون خانه آمده بودند ساعتای 4-4:30 بجه دیگر که در آمدن در خانه دیدن حادثه رخ داده بوده. فکر کنم قبلا شده بوده، 2-3 ساعت پیش به یکم خونی ها همه جای خشک شده بود. این رویداد در مجلس سنا همسایه انداخته است. سناتوران خواهان بازداشت و اعدام عاملان این حادثه دلخراشند. تقاضای ما از پلیس، از نهادهای کشفی است که عاملین قضیه بازداشت شده به پنجه قانون سپرده شوند. گرفتاری از این مجرمین و عاملین و اشد مجازاتشان خواستار هستیم. این نخستین بار نیست که چنین رویداد در شهر کابل روی می دهد. در ماه جوزای سال روان خورشیدی نیز مردان مسلح 7 عضوی خانواده به شمول 3 زن و 2 کودک را در کارته سخی شهر کابل به قتل رسانده بودند.
پیش از آن در ماه قوس سال 1396 هم 10 عضوی خانواده به شمول 4 زن و 6 مرد در رویداد مشابه در منطقه 500 فامیلی شهر کابل کشته شده بودند. کابینه افغانستان طرح قرارداد استخراج و پروسس سنگ مرمر و ترابرتین 3 ولایت را تصویب کرد و انتظار می رود یک شرکت خصوصی در این معادن سرمایه گذاری کند. وزارت معادن و پترولیم می گوید که بر بنیاد قانون جدید معادن مسئولیت امنیت این معادن به دوش شرکت قراردادی است و قرارداد نیز به شرکت های داده می شود که توان استخراج و پروسس سنگ را در افغانستان داشته باشند. رئیس اتحادیه که روند عطای قراردادها در بخش معادن زمانگیر است و این امر بر روند سرمایه گذاری در این صنعت تأثیر منفی دارد. تمیم شهیر. 150 کارخانه در پروسس سنگ مرمر در افغانستان فعالیت دارند. کابل، هرات و ننگرهار بیشترین این کارخانه ها را در خود جا داده است. این کارخانه در کنار پروسس سنگ مرمر از سنگ تراورتین، گرانیت و مرمر و سایل تزینی نیز می سازد. به شمول نشان از پرچم افغانستان و حتی خانه های از سنگ مرمر. از سنگ تراورتین ولایت پروان پایه های مبل فرنیچر آماده می کند و در بازارها به فروش می رساند. این رو ماستر پایه جار میکنیم به حساب پایه های سنگی. چند دانه دی پایه جور میکنی در روز؟ در روز خونه میشه این کاری دیست است. بلان سخت است در 3 روز 2 روز 1 روز درست میشه. کابینه افغانستان به تازگی طرح قرارداد سنگ تراورتین ولایت پروان و سنگ مرمر ولایت کنر و ننگرهار را به شرکت نچرلستون تصویب کرده است. وزارت معادن و پترولیم می گوید که این شرکت 11 میلیون دلار را در بخش پروسس سنگ مرمر سرمایه گذاری کرده است و در نظر دارد در استخراج نیز 1,700,000 دلار سرمایه گذاری کند. پروژه سنگ مرمر در ولایت کنر ننگرهار است. یک پروژه است و یک پروژه ما در ولایت پروان است. شرکت متذکره در بخش حدودی 1.77 میلیون دلار سرمایه گذاری میکنه. خوشبختانه پروژه متذکره توسط کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورد تصویب قرار گرفته و بعد از اون مراحل قرارداد است که او عملی میشه. افغانستان بیش از 300 گونه سنگ مرمر و دیگر سنگ‌های تزئینی دارد که مشهورترین آن سنگ گرانیت، مرمر، تراورتین، رخام و اونکس است. اتحادیه صنعت سنگ افغانستان می‌گوید که زمانگیر بودن اعطای قراردادهای معادن سبب شده است تا سرمایه‌گذاری‌ها در بخش استخراج و پروسس سنگ مرمر در کشور کمتر صورت گیرد. لله الحمد ما تقریبا 80% گفته میتونم که بازار داخلی را ما در دست خود داریم و 20%ش متاسفانه الیوم در دست کشورهای همسایه مثل ایران، پاکستان، هند، چین هستند. اینا میان سنگاشان. وزارت معادن و پترولیم تخمین میزند که افغانستان ظرفیت تولید 1,500,000 تن سنگ مرمر را دارد. بانک افغانستان دارای منابع سرشار سنگ مرمر، تراورتین و گرانیت است، اما بخش از این سنگ ها از بیرون کشور وارد افغانستان می شود. مثلا این سنگ ها از ایران وارد کشور شده و در این فروشگاه به فروش می رسد. خدمات درمانی برای نظامیان کشور باید بهتر شود. سرپرست وزارت دفاع ملی در مراسم معرفی رئیس جدید بیمارستان سردار محمد داودخان می گوید که بخش صحی با ارزشترین بخش برای نظامیان است. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی به مسئولان این بیمارستان دستور می دهد تا برای صحتمندی و درمان سربازان کشور به گونه‌ای بهتر رسیدگی کنند. بزرگترین بیمارستان ارتش افغانستان. سرپرست وزارت دفاع ملی اینجا آمده تا رئیس تازه بیمارستان سردار محمد داود خان را معرفی کند. اسدالله خالد با تاکید بر فراهم کردن امکانات صحی به نظامیان کشور میگوید پزشکان باید برای درمان سربازان ارتش بیشتر تلاش کنند. ولو که از معاش قطع بکنیم ولی به دوا و به تداوی عسکر ما. از هر جایی که عطا گدایی بکنیم و امکانات برتان میرسانیم ولی توقع ما از تویی است که ما صدای
عسكر دیگه نشنویم که یا دوا نداره یا مشکل داره. ناجی بشری رئیس پیشین بیمارستان 400 بستر هم با یادآوری کارکردهای 5 ساله خود از نارسایی‌های گله می‌کند که در دوران کاریش با آن روبرو شده است. خواستیم که یک سیستم بسازیم. یک سیستمی که کاملا گدوت از هم پاشیده بود با اتهامات و با شیطانی ها و با گپ خواستم و تا حدی هم موفق شدیم. در بالوی ما استاد شوین و ما را همکاری بکنین تا بتانیم که مشترکاً این شفاخانه را آبادتر اگر امکان داشته باشه بسازیم. بیمارستان سردار محمد داوود خان در سال 1973 ساخته شده که به گونه کلی یک بیمارستان نظامی است و برای سربازان ارتش و بستگان نزدیک آنان خدمات صحی عرضه می کند. تصمیم برای امضای تفاهم‌نامه مشترک افغان فیلم با بنیاد سینمایی فارابی که سینمای دولتی ایران است جنجال برانگیز شده است. منتقدان میگویند درخواست همکاری از بخش سینمای دولتی ایران نیاز به بررسی و تحلیل دارد و سینمای افغانستان را تحت تاثیر سیاست‌های دولت ایران قرار خواهد داد. اما رئیس افغان فیلم این ادعاها را رد کرده و گفته است که تا کنون این تفاهم‌نامه امضا نشده و هیچ گونه سانسوری در سینمای افغانستان پذیرفتنی نیست. یک ماه اندی پیش این گفتمان در تهران برگزار شد. گفتمان فرهنگی ایران و افغانستان. برنامه‌ای که در حاشیه آن افغان فیلم و بنیاد دولتی فارابی تصمیم به امضای تفاهم‌نامه مشترک گرفتند. موضوعی که سر و صدای زیادی به پا کرده. منتقدان می‌گویند بنیاد فارابی بازوی سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. از نهادهای اصلی سانسور، ممنوعیت شغلی فیلمسازان و از حامیان حبس و سرکوب ده‌ها نویسنده و هنرمند. فارابی بیشتر برای نهاد و فیلم‌های سرمایه می‌گذارد که ماهیت دینی، انقلابی و دفاعی مقدس داشته باشند. افکار از اونها هم باید سینماگران افغان می‌گویند همکاری با این نهاد تأثیر منفی بر تولیدات مشترک ایران و افغانستان می‌گذارد. بعضی معتقدند باید درخواست همکاری از سینمای دولتی ایران بازنگری شود. سینمای ما یک رنگ ساخته شده میره. مثلا بعضی فیلمایی که از افغانستان بیرون میشه میبینیم که روسری وجود نداره. بعضی مسائل بسیار مذهبی حاد در او وجود نداره که باید چنین باشه. ولی سینمای ایران چنین نیست. خب من فکر میکنم که بعضی از ملاحظات در ساختارهای مشترک در این زمینه به میان خواهد آمد. این شاید یک سوی سکه است. آمدم تا ماجرا را از رئیس افغان فیلم بپرسم. پس تفاهم نامه میزنن که نه هنوز امضا شده و در یک گفتمان ابتدایی هست. ببینین تفاهم نامه ها بین دو کشور وقتی امضا میشه او یک پروسه داره و دولت افغانستان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت اطلاعات و فرهنگ خیلی خوب میدانه که چطور مراودات فرهنگی داشته باشه کشورهای خودش و در واقع افغانستان قوانین خودش را داره، قوانین رسانه‌ای، قوانین سینمایی خودش را داره. صحرا کریمی میگوید افغانستان تابع قوانین داخلی است و هرگز زیر یوغ هیچ کشوری نخواهد رفت. تفاهم نامه ها نشانه این نیست که ما اسیر شویم یا بخوایم که باج بدیم به کرسی. ما در یک جهانی زندگی میکنیم که باید مراودات مختلفی با همه کشورها و مخصوصا با همسایه های خودمون داشته باشیم و من فکر میکنم که مراوده فرهنگی با کشور ایران هیچ ضرری ندارد. هرچند پس از طالبان صنعت فیلمسازی از سر گرفته شد اما از هویت ثابت برخوردار نبوده. گاهی هم از فیلم‌های هندی و گاهی هم از فیلم‌های پاکستان تقلید شده است. موضوعی که صدمه بزرگ به بدنه سینمای افغانستان وارد کرده. افغان فیلم یا خانه فیلم افغانستان ادعا دارد که با مراودات فرهنگی با کشورهای همسایش در پی احیای سینمای افغانستان است. سینمایی که هویت واقعیش را در پی تحولات سیاسی و جنگ‌های طولانی از دست داده و برای احیای این هویت واقعی سینما نیاز به مراودات گسترده فرهنگی با کشورهای همزبان افغانستان است.
منتقدان اما بر این باورند که نسخه حکومتی ایران برای سینمای افغانستان مناسب نیست. آنها میگویند راه زنده کردن سینمای افغانستان نه از ایران بلکه از مسیرهای دیگر میگذرد. متخصصان امور بهداشتی کشور نگران شیوع نوع ویروس مرموزی‌اند که در این روزها در چین بیش از 100 نفر به آن مبتلا شدند. این متخصصان با هشدار از خطر ابتلای شهروندان کشور به این ویروس خواستار اقدامات جدی و پیشگیرانه وزارت صحت عام در این راستاند. وزارت صحت عام هم میگوید که اقدامهای پیشگیرانه چون آگاهی دهی و مسافران در فرودگاه‌های کشور را آغاز کرده است. و در خارج از کشور، با پایان مهلت معترضان به حکومت عراق، اعتراض کنندگان بار دیگر در شهرهای بغداد و نجف به جاده ها برآمدند. این اعتراض ها که به دنبال تنش پسین ایران و امریکا برای مدت فروکش کرده بود، دوباره آغاز شده است. معترضان خواستار اصلاحات جدی در روش حکومتداری در کشورند و مهلت یک هفته ایشان به دولت برای اجرای وعده هایش امروز تمام شد. همزمان در لبنان برای دومین شب پی در پی، پلیس با گاز اشکاور و گلوله پلاستیکی با معترضان در بیروت درگیر شده است. بر بنیاد گزارش ها دست کم 145 تن در تظاهرات یکشنبه شب زخمی شدند. سه ماه است که به سیاست های ناکارآمد دولت و فساد اقتصادی اعتراض دارند. هند در 6 سال گذشته به حدود 4000 پناهجو از کشورهای افغانستان، پاکستان و بنگلادش شهروندی داده است. نارملا ستارمن وزیر مالیه هند میگوید که در این مدت و 914 شهروند افغانستان، 2838 شهروند پاکستان و 172 شهروند بنگلادش اسناد اقامت دائمی داده شده است. در پایان چند رویداد ورزشی. کارگاه مربیگری درجه یک فوتسال آسیا امروز در کابل گشایش یافت. در این کارگاه 20 مربی فوتسال از مرکز و ولایات اشتراک کردند که برای 5 روز ادامه خواهد داشت. این کارگاه به گونه عملی و نظری زیر نظر ناصر صالح مدرس ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا و عبدالرزاق ممرک کمک مدرس این کارگاه برگزار شده است. تمرینات ملی پوشان زیر 19 سال کرکت کشور در شهر پوچفستروم آفریقای جنوبی ادامه دارد. قرار است تیم ملی زیر 19 سال کشور تا دو روز دیگر در دومین بازی از رقابت‌های جهان در برابر امارات متحده عربی به میدان برود. ملی پوشان کشور در نخستین بازیشان توانستند که با اقتدار کامل آفریقای جنوبی میزبان این پیکارها را از پیش رو بردارند و دو امتیاز شیرین این رقابت‌ها را کسب کردند. هفته 20 رقابت‌های لالیگا اسپانیا شب گذشته با انجام 5 بازی ادامه یافت. در حساس‌ترین بازی شاگردان کیکه 1-0 از صد گرانادا گذشتند و با 43 امتیاز همچنان صدر جدول را در اختیار دارند. تک گل آبی اناره‌ها را لیونل مسی به ثمر رساند. در سایر بازی‌ها مایورکا 4-1 از صد والنسیا گذشت. ریال بتیس با 3 گل ریال سوسیداد را بدرقه کرد. ویاریال 2-1 مغلوب اسپانیول شد و سلتاویگو و اتلتیکو بلباوو با تساوی 1-1 به کارشان پایان دادند. وقتتان نیک، خدا نگهدار.